و باز هم با شما ایزان هستیم و خدا کنه که تا این لحظات هم ریمون کرده باشید و سلام مجدد دارم و متن ایزما کنون به ما پیوستن. قسمی که گفتیم روز میخوایم در مورد معارف صحبت هایی داشته باشیم، همچنان در مورد امتحان کنکور که چی وقت برگزار خواهد شد و همچنان در مورد نصاب تعلیمی که سیزن 99 بود آیا تکمیل شد یا نه و همچنان امتحانات فاینل یا سالانه متعلمین چی وقت خواهد بود. و با ما حسن آقای سید میلاد سجادی عضو وزارت ریاست معارف ولایت جمهوریشان. سلام و درود خدمت شما، خوشحال هستیم که امروز سجادی صاحب داریم. سلام و درود خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون شما، خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم. خیلی تشکر سپاس. در آغاز میشه سجادی صاحب در مورد توزیع فرم ها صحبت بکنه که چه زمان شروع شده و چند روز دوام خواهد داشت. خب امتحان کنکور هم ساله کم اف سابق از طرف اداره ملی امتحانات کنکور اداره ملی امتحانات گرفته میشه و یک روندش هم ساله از ماهای عقرب 15 عقرب شروع میشه، یک ماه دوام پیدا میکنه و امسال بنابر موضوعاتی که بود و مشکلاتی که خب دامنگیری همه ادارات و سکتورهای دولتی شد، او ما از اول قوز توزیع فرما را شروع کردیم دیگه، تا امروز ادامه داره و تقریبا ما 10 روز دیگه وقت نداریم و انشالله که دوستا و علاقمنده ها و متقاضی های امتحان کنکور از طریق تلویزیون شما مطلع باشن و بیان و فرمای کنکور هست. بسیار خوب. خب یک متعلم مساجد صاحب چند بار البته اجازه امتحان دادن را داره؟ خب لایحه‌ای که اداره ملی امتحانات تای سال 1394 تصویب کرد، یک متعلم 3 بار اجازه داده بودن ولی در سال 1395 دوباره قانون تغییر خورد 2 بار که تا امروز هم از اون قانون جدید استفاده میشه، یک متعلم حق 2 بار امتحان کنکور داره و دیگه نمیتونه، این در 2 بار میتونن چانس داره که چانس خود استفاده بکنه، استعمال بکنه انشالله و پنزه دلخواه خود موفق شد. سجادی صاحب تا حالا چقدر فرم توزیع شده؟ خب ما حدوداً 4538 فرم فارغین امسال ما هست که ما 5638 فرم از وزارت معارف متقاضی شدیم، جمعا از این که متقاضی های زیادی ما امسال داشتیم، سال قبل، سالهای قبل متفرقه بودن، اونا تصمیم دارن که اونا امتحان کنکور بتن و ما هم ساله در سطح ریاست های معارف ولایات ما 3 کتگوری بخش امتحانات کنکور ما داریم، یکی تعلیمات بخش کنکور عمومی هست، متفرقه است و تعلیمات اسلامی که شاگردای ما از مدارس فارغ میشن. تقریبا ما فعلا در حدود 4500 فرم از وزارت معارف برای ما مواصلت ورزید، تا هنوز 410 فرم متفرقه ما توزیع کردیم، 800 فرم ما تا هنوز هم مانده و متباقی 3220 فرم برای کنکور متقاضی های کنکور عمومی ما توزیع کردیم که تا امروز هم ما در حال توزیع است. ریاست معارف و کسایی که متفرقه امتحان میتن از طریق مدیریت عمومی تعلیمات اساسی ثانوی فرم میگیرن، کسایی که کنکور عمومی تن از طریق مکاتب خودشان تایی یک جداول اختصاصی اونا گرفته میارن. بسیار خوب. سایش جسیب در بین صحبتتان گفتین تقریبا 3000 متعلم، البته 3200 به عموم کسایی است که کنکور عمومی میتن، اما 4000 گفتین 4200 فرم متفرقه است که تانوس توضیح کرده، یعنی آمار کسایی که با دار و دوم متفرقه هستن آمارشان بلندتر از کسایی هستن که کنکور عمومی میتن؟ من دقیقا من اسلام میکنم 3220 متعلم ما فعلا فرم کنکور اخذ کردن از متعلم برحال ما که فعلا مصروف فراگیری دروس و مکاتب هستن که حالا فعلا در رخصتی ها قرار دارن و 410 فرم برای متفرقه توزیع شده، 410 فرم برای متفرقه توزیع شده که ما پیش بینی ما حدودا 1500 فرم برای متفرقه بود که تا هنوز 410 فرم توزیع شده و باقی 800 فرم تا هنوز مانده و ما هم روزه از طریق تلویزیون شما هم اعلان میکنیم برای تمام متقاضین کنکور کسایی که متفرقه امتحان میتن
که بیاین و وقت کمتر داریم فرمشون عکس بگیرن. تقریبا سال 1399 تقریبا شاید 35,000 متعلم البته با متفرقه جمع راهی امتحان کنکور خواهد شد. بسیار. آها بسیار خوب. سجادی صاحب میشه بگوین که امسال چقدر بی‌نتیجه داشتیم؟ خب امسال یک سال کاملا استثنایی بود به این دلیل که ما یک ویروسی واگیر کرونا را در پشت سر داشتیم، متاسفانه تا هنوز هم از زمین محو نشده و ما نسبت وقتی ما سایت ها را دیدیم نسبت به ولایات همجوار و نسبت به اکثریت ولایات ما مجوزان یک نتیجه بسیار خوبی داشتیم، هرچند اما کلمه بی نتیجه مکمل از قاموس اداره ملی امتحانات کاملا گم شده با نامایی که مثلا بله بله با پانتون های خصوصی و اینا معرفی میکنن بله. ولی ما بسیار کمتر داشتیم، حدودا در فیصدی که ما پیش خود ارقام گرفتیم ما در حدود 30% ما از 100% ما 30% جوانای ما متعلمین ما امسال رای پانتون های خصوصی شدن یا اینکه چانس دیگر دارن که امتحان کنکور بدن. یک رقم خیلی خوب است وقتی ما مقایسه با سایر ولایت هم جوار بکنیم، مثلا ولایت سرپل فاریاب اونا بیش از 45-50% چون کاملا به مکاتب پانتون های خصوصی معرفی شدن که در جوزجان یک رقم خیلی خوب است. جوزجان یعنی امو ساعت تلاش شاگردای ما و ساعت تلاش دانش و پرورش ما را نشان میده و تلاش مکاتب ما را نشان میده که یک نقطه خوب یک نقطه عطف است و قابل تمجید است. خیلی ممنون سپاس. سجستیب در سال جدید حربت از 1400 داره، اگر کنکور برگزار شود چیگونه بررسی میکنه نتیجهی که حاصل خواهد کرد بخش معرف ما؟ خب ما تای ریاست معارف، آمرت معارف شهر، نظارتی که از مکاتب داشتن تای چند وقت پیش که فعلا ما خود در رسانه رخصتی مکاتب قرار داریم، نظارتی که ما داشتیم شاگردان خیلی پرتلاش دیدیم چون یگانه راه بدیل همه شاگردان عزیز ما به این فکر به این اندیشه رسیدن که ما یگانه راه بدیل موفقیت میتونیم امی کنکور امی رفتن به دانشگاه ها ای را یافتن. این واقعیت امو مشاهده عینی ما از شاگردان ما هست، تلاش های زیادی کردن، تلاش های زیادی میکنن، ما بارها رفتیم سوال کردن ما چیگونه البته ما در جریان قرنطینه هم شاگردان ما متوجه بودم که اونا درس میخواندن، یکی کورس ها هم در حالت رخصتی قرار داشت و کتاب های آنلاین استفاده میکردن میخواندن، خلاص در یک تکاپوی شاگردان ما قرار دارن. این واقعیت است، یک تعریفی ازشان دارم واقعا و فعلا هم که من چندی پیش هم در یکی از کورس ها رفتم جمع و جوش شاگردای خصوصا شاگردای صنف 12 ما را بله بخش کنکوری ما را دیدم، یعنی با یک پیمانی بسیار خوبی اونا اشتراک میکنن، زحمت میکشن، اونا درس میخوانن. فعلا من ان شاء الله یک نتیجه بسیار خوب میبینم چون به مو ذهنیت خوبی رسیدن شاگردان. دقیقاً اگر سالهای گذشته را بررسی بکنیم بیشتر متعلمین من بودن که با دمو درس معرف با اون مکتب اکتفا میکردن و زیر بیشتر کوشش در خانه با کورسای خصوصی نمیکردن. امروز خوشبختانه میبینیم که بسیاری متعلمین ما که صف 12 میشن حتما یک آمادگی کنکور را تعقیب میکنن تا صف 11 شروع میکنن و چی باشه که در خانه بیشتر از طرف شب یا طرف روز درس را مطالعه بکنن بخونن. این واقعا باعث از این میشه که بخش معرف جوان بیشتر یک نتیجه خوبتر و بهترتر حاصل بکنن ان شاء الله. تشکر. خب سجادی صاحب میشه بگین امتحان و کنکور چه وقت برگزار میشه؟ خب یک روند خیلی خوبی در اداره ملی امتحانات وجود داره، اونا خب ما در یک گذاری هستیم فعلا، چندین امتحانات فعلا اونا یک تقسیم اوقات دارن، چندین امتحانات مثلا امتحانات اصلاحات اداری فعلا در حال سپری است، چند ولایت مانده همه قسم امتحان تخصصی برای ماستری در مسئولیت اداره ملی امتحانات گرفته و همه قسم پانتون مارشال فهیم همه قسم یک امتحاناتی را در پیش رو دارن، تا یک تقسیم اوقات اونا برنامه ریزی میکنن و پیش از پیش پلان گذاری دارن، اونا امساله از ماهای عقرب قوس اونا فرمای کنکور را جمع آوری میکنن و الی آخر قوس اونا فرما را جمع آوری میکنن و امو سیستم
اسکورینگ و اسکنینگ و اینا را اونا در پلان دارن. بعد از اینکه پروسیشان رو به ختم شد و اونا حتما برگزاری امتحانات اونا در پلان دارن. و این سال یک نوید را حتما ما صفاتشان شنیدیم که یک نوید خیلی خوبی را دارن که ما پیش از وقت، یعنی پیش از سال امسال، خب وضعیت کرونایی آمد، پیش آمد امتحانات ما در ماه سرطان و عصب گرفته شد، امسال کوشش دارن که در ماه عمل یا ثور یا نهایت اندر ثور امتحان برگزار. بسیار خوب. میشه بفرمایید که سال تعلیمی 1399 باید در دوم یا سوم حمل زنگ مکتب در آورده میشه و باید شروع بشه نصاب تعلیمی؟ هم متاسفانه با اینکه که ویروس کرونا بود تقریبا 3 ماه در عقب رفت دروس معرف اگر اشتباه نکنم و تقریبا چند بعد از چند ماه تدریس دوباره به رخصتی رفتن. آیا نصاب تعلیمی معرف 1399 تکمیل شد و توانستن شاگردان معرف ما در این سال تعلیمی امو دروس و کتابایی که باید برشان تدریس میشد تدریس شوند؟ خب یک بار دیگه هم طور اشاره میکنم که این سال یک سال خوبی برای هیچ کی نبود، از کسب و کار تا یک فرد عادی اجتماع، فردای حقیقی و حکمی جامعه ما، هیچ یک سال خوبی را ما متاسفانه نداشتیم. متاثر شد واقعا معارفم که شاگردای عزیز ما محور اساسیش است. متاسفانه سال خوبی که نبود، بعدا ما وزارت محترم معارف تای جلساتی که داشتن، اما قسم فیدبک های از طرف مردم هم داشت و دولت هم اجازه داد، بالاخره ما زنگ مکتب همونطور که اشاره فرمودین دوی عمل باید نواخته می شد که به تاریخ 27 اوت سال 1398 به قرنطین رفت. دوی عمل، سه عمل نواخته می شد، ببخشید سه عمل نواخته می شد، او به اول سنبله نواخته شد. این اول سنبول هم سنوف 11 و 12 ماه اجازه شروع بازگشایی مکاتب داده شد تا یک طرز عمل جداگانه که برای ریاست های معارف مواصلت ورزید. بعدش اینی تماس های مکرر شد و وضعیت هم یک کم خوبتر شد، بهبود یافت. سنوف 10 الی 12 ماه، سنوف اول الی 10 ماه به تاریخ 12 میزانی همین سال آغاز شد که دقیقا واقعا یک خطزدار کرد نصاب تعلیمی ما را، ولی بازم در طرز العمل آمد، دوبار طرز العمل به ریاست های معارف آمد و در طرز العمل گفته شد که دروس معارف، دروس مکاتب تشدیدی صورت بگیره و در او طرز العمل اولی آمده بود که تا 15 قوس دروس ادامه پیدا بکنه و سنوف 11 و 12 ما امتحان داشته باشه و سنوف دیگه ما هم امتحان 4 نمایش در سنوف 11 و 12 آغاز شد و سنوف اول تا 10 ما به 15 هود آغاز شد و که بعدا حتما جلسات شورای علمی وزارت معارف دایر میشه ما و در اون جلسات من روی مشکلات ها و اینا صحبت شده و بعدا بازگشایی، طرز عمل بازگشایی دور دو مکاتب آمد که در اون کاملا وضاحت داد که امسال یک سال خوبی نبود برای معارف ما هم و ما امسال سال تعلیمی ما رو به ختم است. 15 اوت بخیر، وضعیت آب و هوا هم خوب میشه. خب یک بار زمستان پیش انگام هم ما شما داشتیم با مکاتب، با مشکلات زیادی ما در مکاتب داریم، نه تنها در جوزجان، در 34 ولایت ما واقعا، بله، یعنی در خود مرکز ما، حتی در داخل مرکز و داخل شهر کابل ما مکاتب داریم که تعمیر نداره، مکاتب داریم که خیمه نداره. خب این ما چی برسه ما با ولسوالی ها، این مشکلات ها در معارف هست، اما قسم در بودیجه، در بودیجه معارف خب درست تخصیصات اینا نمیرسه. خب یک وزارت کلیدی، یک وزارت کلان است که تقریبا 280 هزار پرسونل داره و بالاتر از همونطوری که وزارت وزیر صاحب معارف اشاره کرد 10 میلیون ما شاگرد داریم که یک میزان خیلی بالایی است. از این لحاظ ما نداریم، مشکلات ها هست، مکاتب ما تعمیر نداره، خیمه نداره، سرمایه زمستان هم گفتم پیشنگام آمد دیگه، مکاتب به رخصتی سوق دادن. در کل 1399 نصاب تعلیمیش چند ماه تکمیل شد؟ 88 روز سنوف 11 و 12 ماه تکمیل شد، 53 روز هم سنوف از 7 تا 10 ماه شد
و چون اول قوس رخصتی شد، صنف اول تا شش ماه رخصتی شد و 41 روز هم صنف اول الا شش ماه بسیار خوب، یعنی نصاب تکمیل شده فعلا و دیگه دروس ادامه نداره. نخیر. پس امتحان سالانه چی وقت برگزار خواهد شد؟ 15 هود، همونطور که در مکتوب ما آمده 15 هود، اگر هوا خوب شوه، اگر وضعیت کرونایی هم بهبود پیدا بکنه و وضعیت آب و هوا هم خوب شوه، انشالله 15 هود مکاتب دوباره شروع میشد. یعنی شاگردای ما مستقیم از سری پارچه امتحان میرن میشینن، از به شاگردای ابلاغ شده. صنف اول الی صنف 12 کسایی که هستن به میرن امتحان سالانه دیگه. سالانه شان بله. آها بسیار خوب ان شاء الله. امتحانات 4 نیمه چگونه میشه؟ از روی امتحان سالانه امتحان 4 نیمه بر نمره خاطر. بله این از روی 100 نمره داده میشه. از روی 100 امتحان 4 نیمه و سالانه مدغم و یک امتحان عمومی حسن گرفته میشه. ازمو البته ازمو درسته که اینا تا هنوز خواندن. ازمو درست. برای شاگردان هم ابلاغ شده، راهنمایی هم صورت گرفته. بسیار خوب، خیلی تشکر باز هم از آقای سید مناساجی عضو نظارت ریاست معارف جوابجان که امروز مهمان بودن. بارزی موفقیت میکنیم بر معارف اولاد جوابجان و همیشه خوب و عمود و بهترین باشن در بین معارف افغانستان. تشکر باز هم شما. سپاس و انشالله ارزو میکنیم که سال 14 ما یک سال تعلیمی خوب داشته باشیم. یک وقت فکر بزنیم.